سالگرد انقلاب ژینا و وظایف پیش روی گفتگو ما با رحمان حسین‌زاده و حسین لاجوردی را میشه. با سلام به هر دو شما عزیزان و ممنون از اینکه این فرصت رو دادید که با هم باشیم. همونطور که میدونید امروز مصادف هست با در واقع دومین سالگرد خیزش یا انقلاب ژینا که 25 شهریور 1401 با مرگ به قتل رسیدن مهسا ژینا امینی در جلوی بیمارستان کسرا آغاز گردید و در واقع شاید گفت یک صفحه جدیدی رو در تحولات 40 ساله مقابله با جمهوری اسلامی از دید من گشود. ببینیم نظر شما چه هستش. آقای لاجوردی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. این انقلاب ژینا، من این رو به عنوان انقلاب ژینا میبینم. حالا خیلی ها تعریف و تفسیر انقلاب رو معنای کلاسیک اون نگاه میکنن، ولی به دلیل من از این زاویه نگاه میکنم که افراد و مهره ها و کسایی که در این حرکت بودن و دستاوردهایی رو که به جا گذاشت و این که تونست یک در واقع فصل جدیدی رو در مبارزات ایجاد بکنه، از دید من یک انقلاب بود. حالا شاید بیشتر صحبت کنیم. خواستم نظر شما رو در این رابطه بشنوم. ممنونم که منو دعوت کردید. خوشحالم که با شما هستم. من از روز اولی که بحث مهسا ژینا امینی به وجود آمد، به دلیل تعاریف جامعه شناخسانه عنوان رو گذاشتم جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی. چرا که هم خیزش، هم جنبش، هم انقلاب همش معنی داره برای خودش و انقلاب در نهایت اونیه که همه حضور پیدا می کنند و طبقات مختلف جامعه و در نهایت انقلاب میشه، یعنی یک حکومت سرنگون میشه و حکومتی جایگزین میشه. ولی به هر حال به نظرم بحثی نیست. بحث اصلی تر اینه که جنبشی که از 2 سال پیش به این طرف شکل گرفت و باور من بر اینه که در نهایت به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید، ویژگی های خاص خودش رو داشت. مهمترین ویژگی که در این جنبش میتونیم مشاهده بکنیم اینه که زنان و دختران و جوانان ایران خاصه این گروه ها دیگه حقارت رو تحمل نکردند. بحث اصلی در اینجاست و ایستادند و این ایستادنشون باعث شده که جمهوری اسلامی پشتوانه خودش رو که حتی نیروی کشورهای خارجی هم بودن به تزلزل وارد بکنه. در داخل جامعه ایران امروز من باورم بر اینه که متجاوز از 90% مخالف جمهوری اسلامی هستند و دنبال سرنگونی. اگر بخوام این رو رفرنسی رو منبعی رو ارائه بکنم، صحبت آقای قالیباف که متاسفانه باید ازش به نام رئیس مجلس نام ببریم که جای معتمدالملک میتونه نشسته باشه، اون میگه که در انتخابات قبلی، انتخابات مجلس، میگه حتی اگر نیروهای رژیم، طرفداران رژیم هم شرکت میکردن در انتخابات، ما رأی بیشتر از این می آوردیم. یعنی این که خود نیروها هم امروز ما شاهدش هستیم که جایی رو ندارن. اجازه بدید که ضمن ارج‌گذاری برای جانباختگان این جنبش باید خدمتتون بگم که مسئله متفاوت بود. مسئله در این بودش که بچه‌های ایران بزرگترین سرمایه زندگیشون رو کف دستشون گذاشتن و به بیرون آمدن. اون جونشون بود. وحشت نکردن. نترسیدن و بالاترین شعارش این بود که میخواییم ایران رو پس بگیریم. این مجموعه ای که باعث شد این جنبش شکل بگیره
میتونه که آینده این جنبش رو روشنتر و مشخصتر بکنه. اونجایی که جامعه ایران از زاهدان تا کردستان، از کردستان تا تهران تا شیراز تا اصفهان به هم پیوستن، اینجا مسئله اساسی شکل گرفت و جمهوری اسلامی رو در گوشه دیوار قرار داد. من در فرصت آینده دلم میخواد که شرایط ادامه این جنبش رو بیشتر مطرح بکنیم که بشه باش آشناتر شد. بدون تردید قطعا همین رو همین کار رو خواهیم کرد. آقای حسین زاده، صحبت شد بر شرکت و وجود زنان و دختران در این در واقع شعار زن زندگی آزادی، در واقع یک شعاری است که شاید به جرأت گفت تمام مفاهیم رو در خودش جا داده و به شکل خیلی عمیق و گسترده‌ای سراسر ایران رو فرا گرفت و الان هم شاهدیم که در خارج از مرزهای ایران هم، حتی چندی پیش در هندوستان هم ما دیدیم این شعار وجود داره. ابتدا من هم لازم میدونم قدردانی کنم و یادی از جانباختگان این حرکت و تمام کسایی که به هر حال در این راه، در این مسیر 45 ساله جانشون رو دادند، از دست دادند، یادی بکنیم. ولی دوست داشتم نظر شما رو هم در این رابطه بشنویم تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. منم ابتدا با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز و امیدان شما و آقای لاجوردی که در این برنامه با هم حضور داریم، در همین ابتدا منم در ادامه صحبت شما باید گرامی داشت یاد مهسا ژینا امینی عزیز که به کاراکتر برجسته این خیزش تبدیل شد و همه اون جانباختگان آزادی خواه و معترضی که با فداکاری خودشون به حال اون شرایط انقلابی، اون تحول انقلابی رو از شهریور 1401 در جامعه ایران به وجود آوردن. الان در مورد حتی عنوان این تحول خب عناوین مختلف به کار گرفته میشه و همینجا در صحبت ها این نشون این میده، هر با هر بیانی بگیم به طور واقعی اون اتفاقی که بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا عزیز به وجود اومد و چندین ماه با قدرت تمام در سراسر کشور ادامه پیدا کرد، تحول بسیار بزرگی بود، تحول بسیار انقلابی بود و به اون معنا استانداردها و دگرگونی‌های انقلابی عظیمی رو کلن در سطح جامعه به وجود آورد. درنچه ایرادی هم نداره هر کس بنا به اون دیدی که داره با عناوین، اما همه مثبت، همه منجر به اینکه تحول انقلابی اتفاق افتاده و به تحول انقلابی بزرگتر منجر میشه ازش میبینیم. ما با سهم خودمون و من بیشتر به عنوان یه خیزش انقلابی که بعد از قتل حکومتی به وجود اومد از اون اسم بردیم. به طور واقعی من دوست دارم همین هم یادم نره، همین امروز که برنامه رو ما داریم تهیه می کنیم درست 25 شهریور رو سالگرده، باید درود فرستاد به پدر و مادر و بستگان خود ژینا امینی، استوار بعد از 2 سال تحمل فشارهای زیاد ایستادن و همین امروز ارادهشون این بود در آرامستان آیچی سقز، فراخانشون این بود مردم اونجا تجمع کنن و گرامی بدارن، اما جمهوری اسلامی اونا رو به قول معروف در حصر گذاشته، تمام اطراف منزلشون رو با نیروی نظامی کنترل کرده، حتی اطراف اون آرامستان رو به پادگان تبدیل کرده و نیروی نظامی گذاشته. همه اینا نشونه ترس، خود این عکس العمل ها نشونه ترس و وحشت جمهوری اسلامی. تازه عکس العمل اعتراضی در شهر کردستان بالا بوده همین امروز و بخشنم اعتصاب عمومی وجود داشته. واقعا باید درود فرستاد به اون خانواده و بستگانش و بستگان وسیعی داره که خود وقتا شخصا تعدادی از اونا رو میشناسم. به هر حال
اون خیزش شما به مسئله نقش زنان و دختران هم آقای لاجوردی هم شما اشاره کرده، این به نظرم شاخص برجستش بود و طبعا این بی مقدمه نبود، این بدون پیشینه نبود. زنان و دختران آزادی خواه در جامعه ایران از همون 8 مارس سال 57 اولین حرکت توده‌ای اعتراضی رو به هر حال سازمان دادن و از همونجا سنت اعتراض، سنت قبول نکردن جمهوری اسلامی، سنت این قوانین و موازین متکی به آپارتاید جنسی اسلامی رو قبول نکردن. فقط این نبود، زنان و دختران جامعه ایران از 8 مارس 57 تا به حالا یه پای اصلی اعتراض و مبارزه بودن، فقط برای حقوق زنان به جنگ، برای حقوق کارگران، برای حقوق دانشجویان، برای حقوق بقیه معترضین و آزادی خواهان و حق طلبان در جامعه جنگیدن. در صفوف مبارزه فرهنگیان و معلمان همین چند ماه اخیر، پرستاران به طور برجسته، یا در صفوف جنبش کارگری ما نقش فعاله زنان رو دیدیم. و البته طبعا در خیزش شهریور مهر 1401 دیگه موتور محرکه اون اعتراض زنان و دختران بودن و برجستگی تموم و به میدون اومدن. حتی اگر برگردیم به چند ماه قبل از خیزش شهریور 1401، اتفاقا ماهای قبل از اون هنوز تصاویر از اون دوره هست، دوباره مبارزه علیه حجاب و علیه این نماد آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی خیلی برجسته شده بود. مبارزات دیگه هم وجود داشت. بله، زنان و دختران نقش مهمی داشتن، با اتکا به اون زمینه، با اتکا به اون پیشینه. اما اون خیزش دستاوردهای مهم دیگه هم داشت. علاوه بر نقش زنان، نقش نسل جوان خیلی برجسته بود. نقش مبارزات در محله که اساسا جوانان سازمان میدن برجسته بود. ادامه کاریز به مدت چند ماه بسیار مهم بود. به نظرم اون دگرگونی انقلابی کلن دیگه در روانشناسی جامعه به وجود اومد. اون همه ابتکارات، اون همه خلاقیت که از زنان و دختران و نسل جوان در اون مدت چند ماه دیدیم، واقعا بی نظیر و بی مانند بوده و اینا دستاوردهای مهمیه که بهشون متکی هستیم برای قدمهای بعدی و برای چشمانداز مبارزاتی بعدی. بله، ممنون. به اعتصاب عمومی اشاره کردید. امروز خبرها همونطور که میاد، اعتصابات عمومی که در کردستان صورت گرفت بسیار موفق بوده و باید به همه کسانی که این اعتراض رو به این شکل عیان نشان دادن درود فرستاد. آقای لاجوردی، در صحبت‌ها اشاره آقای حسینزاده داشتن به نسل جوان. در واقع شاید گفت موتور اصلی انقلاب ژینا یا به هر حال جنبش ژینا جوانان بودند، جوانانی که در جمهوری اسلامی به دنیا آمدن و در جمهوری اسلامی بزرگ شدند. نتونست جمهوری اسلامی کنترلشون بکنه، مدارس شد در واقع مرکز اصلی اعتراضات و ما کسایی رو دیدیم که در سنین نوجوانی قهرمانان این جنبش بودن و جان دادن، که یک بلوغ سیاسی جدی رو آدم نگاه میکنه در وجود این بچه هایی که هنوز در دوران تینیجری و نوجوانی هستند. یک نکته دیگه ای رو هم ما شاهد بودیم که به نظرم خیلی کمتر بهش اشاره شد یا مورد توجه قرار گیره و اون عمامه پراکنی بود. یعنی با سمبل مذهب و جمهوری اسلامی و مقدسات اون رو بچه ها به بازی گرفتن که به نظرم این خودش یک حرکت عظیم بود. اشاره هم داشتن به مسئله سازماندهی، نقش شبکه‌های اجتماعی. آیا ما با یک روش و یک شکل جدید از حرکت اعتراض و در واقع مسیری که شما گفتید منتهی به انقلاب میشه روبرو هستیم؟ به نظرم به طور قطع و یقین
ببینید وقتی که ما به سمبل ژینا مهسا نگاه میکنیم، ژینا دختر کردستان، دختر ایران و سپس دختر جهان شد. یعنی خیلی مسئله روشن تحولات بین‌المللی رو توی این سال اول و در ادامهش، امروز من در پاریس شاهد باز یک فراخوان بین‌المللی بودم و تعداد بیشماری حضور پیدا کرده بودند از طبقات مختلف، از فرانسوی‌ها، ایرانی‌ها، در گروه‌های متعدد و متفاوت. معنی این خیلی مشخصه، معنی اینه که جامعه ایرانی که همون زنان و جوانان و دختران حتی به گفته خود جناب عالی سنین پایین هستند، آقای حسینزاده هم اشاره کردن به این مسئله. ببینید 50 میلیون، 52.3 میلیون جمعیت ایران بعد از انقلاب به دنیا آمده و اگر 6-7 میلیون جمعیت رو در سنین 1 تا 10 سال در اون زمان بدونیم، نزدیک 60 میلیون میشن. 60 میلیون از 90 میلیون. این 60 میلیون دو تا ویژگی مشخص داره. یکی این که با دنیای خارج در ارتباطه، با اینترنت آشناست، خودشو کمتر از دختر و پسر فرانسوی و امریکایی و سوئدی و کانادایی نمیدونه. یعنی این که نگاه میکنه به مشخصات و ویژگی های خودش، به ثروت کشورش، به بی‌هویت بودن حکومتش. این ویژگی اولی. ویژگی دوم که خیلی خیلی مهمه، به نظر من باید که روی این مسئله تاکید کرد و بحث‌های زیادتری رو مطرح کرد، اینه که تجربه سیاسی پیدا کرده. اون تجربه ای رو که ما در سال 57 شاهدش نبودیم، امروز این بچه‌ها از تجربه شکست خورده ما بالاترین تجربه مثبت رو کسب کردن. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که اگر اون روز جامعه ایران با نمیدونم گفتار خمینی اتوبوس مجانی و برق و آب و نفت و غیره و غیره بیرون آمد، امروز با ویژگی اپوزیسیون خارج از کشور بیرون نمیاد. اپوزیسیون خارج از کشور چی میگه؟ و چرا؟ ببینید اثر 10 نفر ایرانی، 1 نفر خارج از ایرانه. یعنی اگر 8 میلیون ایرانی مثلا خارج باشه، 90 میلیون جمعیت باشه، یه خورده کم و زیاد 1 نفر بیرون از ایرانه. با همه امکاناتی که در اختیار این کشورهای آزاد وجود داره. اپوزیسیون ایرانی چی میگه؟ اولین حرفی که داره اینه که در قالب اپوزیسیون جا نمیگیره. اپوزیسیون معنی داره. اپوزیسیون یک واژه فرانسه است و میگه من مخالف پوزیسیون هستم. میگه من به عنوان اپوزیسیون به توی پوزیسیون، به توی حکومت میگم من میخوام تو نباشی، من جایگزین تو هستم. اینم برنامه هامه. ما در اپوزیسیون خارج از کشور یک چیز رو هیچ وقت نمیبینیم. اگه اشتباه میکنم منو تصحیح بکنید. همه ما خاصه اون کاتگوری رهبری اپوزیسیون، همه میگن که ما که واسه خودمون نمیگیم، من که نمیخوام پستی بگیرم، من که نمیخوام کاری بشم. نه آقا، اپوزیسیون یعنی این که آقا من میخوام کاری بشم، من میخوام حکومت رو سرنگون بکنم، من میخوام جاش بشینم، اینم برنامه من. به همین دلیل من میگم اپوزیسیون خجالتی. اپوزیسیون خجالتی یعنی همین. و اپوزیسیون یه معنی دیگه هم داره، اونم یواشکیه. شما به منشورهای 2 سال پیش نگاه بکنین، یه دفعه 12:30 شب 5 نفر 8 نفر با هم دیگه در گوشی حرف میزنن، نیم ساعت بعد میگن که منشور منتشر شد و چه شد چه شد. آخه یواشکی ما نداریم که. آقا اپوزیسیون خمینی
جنایتکارترین فرد آخر قرن بیستم و تردیدی درش نیست. ولی یاد بگیریم اون آدم سیاسی بود. میگفت شاه باید بره پاشم توی کفش کرد. ایستاد. ما یه دیمون دلمون میخواد که نمیدونم با سپاه رابطه برقرار بکنیم. با نیروی انتظامی و با فلان نیروی. یک عده صادراتی داخل از داخل ایران هستن که در خارج همشون دنبال نگهداری جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، همشون سرتاپا یک عرب هستن. اصلاح طلبش خطرناکتر. توجه ورزا میکنید؟ پس در نتیجه اگر برگردم به مسئله جنبش مهسا به این معنا که اونها جونشون کف دستشون گذاشتن، در اساس آمارهای بدون اعتماد رژیم 500 خورده ای اینها کشته دادن در همون چند روز، این یه معنی مشخص داره. اونم اینه که من باید بفهمم که اون چی میگه اگر کاری از دست من برمیاد اون رو حمایت بکنم. من در زندان قبل خودم گرفتار موندم. من این 50 میلیون رو نمیشناسم. ببینید دوره نوجوانی من میخواستم که من آرمانخواه بودم. من میخواستم ایران سوئد بشه. امروز بچه های ایران میخوان برن سوئد. یعنی زندگی رو من، شما الان یه نکته رو اشاره کردید که تمام این سه مفهوم زن زندگی آزادی در این شعار وجود داره. زن یعنی کسی که به تاریخ ایران باستان من اصلا کاری ندارم، از جنبش مشروطیت به این طرف ایستاده، همون زنایی که میرن تو مجلس شورای ملی اون زمان به قول معروف تپانچه میکشن رو نمایندگان، اون زنا مال 100 سال پیشن. مرحله به مرحله جلو بیاین، امروز آقای حسینی زاده هم اشاره کردن، امروز بچه ها و نواده های اونها هستن و ایستادن و دیگه کوتاه نمیان. ما یاد بگیریم که چگونه میتونیم حرکت رو حمایت بکنیم و جلو بریم. علل و مسائلی که توی این جنبش وجود داشته رو به دلیل تحقیقاتی که ما کردیم رو در قسمت بعد اگه فرصت بود خدمت حتما رو. ممنون. بحث رو به نقطه جالب و مهمی بردید. ممنون برای توضیحاتتون. معلته اینجا بد نیست یه اشاره در صحبتاتون اشاره به خانواده ژینا شد، ولی من فکر کنم این رو باید بس داد. خانواده تمام جانباختگان ایستادن. این یک چیز شاید جدیدی بود به نوعی به شکل علنی. ما البته خانواده مادران خواهران و غیره رو داشتیم در گذشته، ولی به این شکل بیان مراسم عزاداری رو به اعتراضات تبدیل بکنن، بیستن، بعضا خودشون در زندان برن، این باز خودش به نظر من یک قدم به جلو بود از اون حرکتی که ما سالها شاهدش بودیم. تجربه سیاسی رو اشاره کردید آقای حسین زاده. به نظر من هم عمیقا به این معتقدم که این بچه ها تجربه سیاسی رو پیدا کردن که شاید سالها طول میکشید که من و شما به عنوان برها کسایی که تجربه 45 سال گذشته رو داشتیم بتونیم به این سرعت چند ماهه به اینها منتقل بکنیم. هرچند که اینها برای یک بستری بود دیگه، ما 88 رو داشتیم، 96، 98 و حتی اینها هم همه اعتراضات بودن. کسب قدرت سیاسی و ارائه برنامه هم یک مسئله است که به نظر من جا افتاده توی این قضیه. دوست داشتم اگه امکان داره روی این یه مقدار صحبت کنیم، چون ژینا تنها فردی نبود که کشته شد، به این شکل کشته شد. ما از این فجیح ترش هم داشتیم، ولی یک دفعه دیدیم جامعه بلند شد گفت بس دیگه نمیشه. بفهم. ببینید اولا منم اینو تاکید کنم، خانواده ها الان خودشون به کانون های مبارزاتی جدی تبدیل شدن. انصافا پیش کسوتش همون مادران دادخواه خاوران
اما در این دو ساله همه چیز تغییرات جدی دید، همه چیز تحول انقلابی به خود دید و از جمله جایگاه مبارزه خانواده که هم رادیکال تر هم اعتراضی تر به اون معنا هم تعرضی تر بوده در سراسر ایران، در کردستان مثلا همون خانواده نیکا شاکرین در حال خودش یه نمونه برجسته است، به خیلی های دیگه اینو میخواستم تاکید بکنم. اما سر خود نسل جوان و پختگی سیاسی کاملا موافقم، این تجربه و پختگی در عواد چند وچی اصلا وجود داره که به بعضیش اشاره شد. این فقط من میخوام اینو شاید تأکید بیشتری داشته باشم، فقط پختگی سیاسی نسل جوان نیست، من فکر کنم کلن تحولات 4-5 دهه بعد از جمهوری اسلامی پختگی با دید من پختگی طبقاتی سیاسی جنبشی رو در سطح کل جامعه بیشتر بالاتر برده. به حال عاقبت شما طبقات مختلف اجتماعی در اون جامعه هستن، هر کدوم من فکر میکنم از منی که کمونیستم و با این معیار طبقاتی اساسا به مسائل نگاه، از طبقه سرمایه‌دار جامعه ایران شاخه‌های مختلفش، مشروط طلبش، سلطنت طلبش، جمهوری خواهش، ملی مذهبیش، نمیدونم جریانات نیمبند پوپولیستش، هر کدوم شما نگاه میکنین یه پختگی و آگاهی طبقاتی جنبشی بیشتری و نسبت به منافع سیاستا و مسیری که میخوان طی کنن داره. و به همین ترتیب طبقه کارگری ایران، کل نسل جوانی که از خانواده های کارگری میان و یا از بستر مبارزات رادیکال اون جامعه میان، در بطن این پختگی طبقاتی سیاسی جنبشیه که نسل برآمده الان هر کدوم به کدوم جنبش به کدوم بخش متعلق باشن این پختگی سیاسی رو دارن. اینو هم ضرب کنیم در برحال دنیای انفرماتیک جهان امروز که برحال به سادگی از 20 سال قبل با همین امکانات تکنولوژی و انفرماتیک و اینترنت و غیره نسل جوان جامعه ایران و اقشار مختلف اون جامعه به بیشترین و همه جانبترین مسائل سیاسی، مبارزاتی، اجتماعی، اقتصادی در دنیای امروز اطلاع پیدا میکنه. این به وجود اومده و در این حال به طور واقعی جامعه ایران جامعه سرزنده مبارزاتی است. جمهوری اسلامی در همون یک دهه اولش که تازه ابزار جنگ ایران و عراق هم در دستش بود، خمینی هم در رأسشون بود و عقبت به قول خودشون کاریزماشون به اون معنا بود، از ابزار زنگ زده مذهب بیشترین استفاده رو برد، در همون یک دهه اول هم فشار جنگ هم بود، نتونست جامعه ایران رو به تمکین بکشونه. فشارها اون وقت زیاد بود، عقب نشینی‌ها رو زیاد تحمیل کردن به بخش‌های مختلف معترض جامعه. اما اگه شما نگاه کنین از بعد از ماجرای دوم خرداد که در خودشون تحت فشارهای از پایینی که احساس میکردن مجبور بودن این بازی دو جناح و عمر خریدن از این طریق و برای خودشون تعبیه کردن و معماری کردن، جامعه دوباره جنب و جوش سیاسی، اعتراضی، مبارزاتی سال به سال و مقطع به مقطع ادامه پیدا کرد که طبقه کارگر ایران اگه شما نگاه کنید در همین 10 سال اخیر یکی از فعالترین و مهمترین بخش مبارزاتی جامعه نه فقط در ایران، در خود خاورمیانه هم بوده. شما اعتصابات، اعتراضات کارگری، فرهنگیان و معلمان رو در همین یک دهه نگاه کنید. پرستاران فقط این دوره نبوده، دوره های قبل تر و یه دوره و مداومن هم انصافا نسل جوان که نمادش عمدتا در دانشگاه ها خودش رو نشون میداد، یه دوره شما دیدین شاید برآمد دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و چپ و سوسیالیست بودیم، به هر حال اکثریت دانشگاه بزرگ کشور رو
فضای سیاسیشون می ساختن با ابتکاراتشون با کاراشون. الان تو پیچ و خم مبارزه متاسفانه لطمه خوردن، ضربه خوردن، عقب نشینی هایی وارد شد که شد، این به جای خود. منم میخواستم این فاکتور رو در کنار اون بحث بذارم که علاوه نسل جوان جامعه ایران اون پختگی سیاسی رو داره و در دنیای معاصرم، دنیای معاصرم کلی امکانات بهشون میده. مسئله مهم اینه اما اون ترند مبارزاتی که در جامعه ایران اساسا خودش رو در خیزش دو سال اخیر بعد از قتل مهسا امینی نشون داد، رادیکال بود، سر ناسازگاری با کلیت جمهوری اسلامی داشت. یادمونه از همون دی ماه 96 همین نسل جوان و دانشگاه ماجرای اصولگرا اصلاح طلب رو جارو کردن، تمومش کردن با اون شعار تاریخیشون. به اون معنا شما از درون همین نسل جوان و دانشگاه همین الان تفاوت جنبش ها رو که به آسونی حاضر نیستن تمکین کنن به جنبش نوع مشروط طلبی و به حال راست پرو غربی در شعارشون، در مطالباتشون، در خواستاشون بود. همین بعد از خیزش شهریور اون بیانیه مشهور یا اون الان درست اسمش یادم به اون 20 تشکل منشور حداقلی که منتشر شد خودش یه مانیفست مبارزاتی خیلی پیشرو حتی راستش برای جامعه اروپایی هم بود. در همین سوئد هم الان بخشی از اون مطالبات، همین سوئدی که من فکر کنم خیلی فرق داره با ایران و آقای لاجوردی هم اشاره بهش داشت، خیلی دستاوردها وجود داشته، ولی خیلی از اون چیزهایی که در اون منشور بود حتی در کشوری مثل سوئدی که من در اونجا زندگی میکنم اجرا نمیشه. اینا نشانه چیه؟ اینا نشانه اونه که برحال اون پختگی هست. و من اینجا اتفاقا اشاره بکنم به بحث اپوزیسیونم که آقای لاجوردی اشاره کرده. اپوزیسیونم باید پرسید کدوم اپوزیسیون؟ ما اپوزیسیون یک دست و یک رنگ و گویا همه با هم نداریم. من در سطح کلی بنا به دیدی که دارم نگاه کنم اپوزیسیون راست رو داریم، اپوزیسیون چپ رو هم داریم. در خود اونام ترند های مختلف است، شاخه های مختلف است. در ترند اپوزیسیون راست شما اساسا مثلا سلطنت طلب و مشروط طلبان رو دارین، جمهوری خواهان بالایه های مختلف و شاخه های مختلف رو دارین. اتفاقا در اپوزیسیون راست اپوزیسیون مشروط طلب و بیش سلطنت طلبشون در این دو ساله عمدتا حول رضا پهلوی هم خودشون رو سازمان دادن، اونا خجالتی نیستن در خارج کشور، اونا به اصطلاح خودشون مدعی هم، اونا به قول خودشون فکر کنن باید ایران رو پس بگیرن که دوباره سلطنت رو احیا کنن، که دوباره همون استبداد و دیکتاتوری سلطنت رو احیا کنن، در دنیای خودشون هستن. اما کل اون خیزش انقلابی در داخل واقعا نشون داد اپوزیسیون راست و به ویژه سلطنت طلبی اون جایگاه اجتماعی بالا رو نداره. در اون منشورا نگاه کنین، منشورایی که از داخل اومدن نه اونایی که در جورجتاون نوشته شدن و به درست هم آقای لاجوردی بهش گفت که اینجوری بهش اشاره کرد نمیشه. اما در طرف دیگه یه اپوزیسیون چپ رو داریم. اپوزیسیون چپ هم محدودیت های خودش رو داره، اما من اتفاقا به عنوان بخشی از اپوزیسیون چپ و کمونیست اینجوری بگم، به عنوان کمونیست، به عنوان کمونیست کارگری که بودیم و من میدونم آقای لاجوردی آشنایی دارن با ترند ما با کمونیسم کارگری، حتی میدونم دیدار و ملاقات با زنده یاد منصور حکمت داشتن و آشنا بود به نوع نگرش و ادعاهای و توقعات که داشت. به هر حال من فکر کنم فضای سیاسی کنونی جامعه که زنان و دختران و نسل جوان و حتی طبقه کارگرش از خودش بیشتر نشون میده برگرفته از تحول چپگرایانه و حتی تأثیرات اپوزیسیون چپ و کمونیست در اون جامعه. اما یه واقعیت هست الان به تو الان که نگاه میکنیم اپوزیسیون چپ و کمونیست که خود من و جریان ما هم جزش هستن الان به اندازه کافی مدعی نیست. من کلمه خجالتی رو بکنم، به اندازه کافی که با اون نکته آقای لاجوردی خیلی درسته، ما به یه اپوزیسیون رادیکال از نظر من چپ و کمونیست احتیاج داریم مدعی باشه بگه ما مخالف کلیت جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی باید سر به تنش نباشه، طبقه کارگر و چپ و کمونیست اون جامعه باید قدرت رو بگیرن، باید آزادی رو بیارن، باید برابری رو بیارن،
باید رفاه رو بیارن، باید سعادت رو بیارن، باید پایان بدن به استبداد، پایان بدن به دیکتاتوری، پایان بدن به همه اون ناهنجاری های اون اجتماعی. کمونیسم کارگری که زمانی در اوجش بود و زنده یاد منصور حکمت در رأسش بود، با همون بحثای قدرت سیاسی، با اون بحثایی که اتفاقا از حالا اون وقت 20 سال 25 سال قبل مخاطرات آینده تحولات سیاسی رو میدید، بحث سناریوی سیاه و دستجات سناریو سیاهی رو میدید. و از جمله با آقای لاجوردی در این مورد صحبت داشت که شما باید، شما میتونین کمک کنین و طیفای مختلف اپوزیسیون به درجه متمدن، الان راسته هر چی هست، باید کاری که در آینده تحولات سیاسی ایران جامعه دوباره به خون کشیده نشه، سناریوهای سیاه و ناهنجاری ها و جنگ های قومی و جنگ های مذهبی و نژادی و اینا در اون جامعه را نیفته. بله، یه بار دیگه به یه نیروی آلترناتیو از من میپرسین، رادیکال کمونیست که فقط اپوزیسیون نباشه، در قامت آلترناتیو جمهوری اسلامی قطعا باید این کسر قدرت سیاسی رو در واقع در دستور کار قرار داد و نه فقط به بیانیه و در واقع یک بحثای تکراری اکتفا کرد. من روی موضوع برمیگردم آقای حسین‌زاده، من بیشتر خواستم در دور بعد یه مقدار راجع به همون منشور مطالبات هم میکنم با هم صحبت کنیم. آقای لاجوردی، یکی از دید من شاید به این شکل باید بشه توضیحش داد که ایران ویژگی خاصی داره، چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ سیاسی در منطقه، و به هر حال این ویژگی خاص باعث شده که هر تحولی که در ایران صورت میگیره موج سونامی اون به کشورهای منطقه و بعضا به جهان میاد. یعنی ما این رو در 88 دیدیم که بعد یهو اون بهار عربی رو شاهد بودیم، در دوره های بعد همین انقلاب زن زندگی آزادی رو داریم میبینیم. یعنی هر تحولی که در ایران صورت میگیره انعکاسش رو ما میبینیم در جای دیگه. شاید یکی از دلایل این که غرب داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی که این رو حفظ کنه اینه که اگر ایران به دست یک نیروهای رادیکال و مترقی بیفته کل منطقه رو به در واقع تحت تاثیر قرار بده. میخوام روی از این شروع بکنم که این بحث رو با هر دو شما داشته باشیم. در جاهای دیگه ما تاثیرات رو میبینیم که به سرانجام میرسه، یعنی حالا خوب یا بد چه کار نداره، ولی مثلا در بهار عربی تونس، مصر، اینها حتی در قامت کمتر از ایران هم میان ولی حکومت رو ساقط میکنن و یک تحول دیگه صورت میگیره. در همین چند روز پیش اگر اشتباه نکنم در سریلانکا و بنگلادش حکومتشون رو عوض کردن و با یک اعتراض رفتن و کاخو گرفتن و قدرت گرفتن. ما همچنان درگیریم، یعنی همچنان بحث بر سر این است که ما باید یک کاری بکنیم. 45 سال حکومت هستش، اگر هر حکومتی در هر جای دنیا بود با چنین شرایطی که گیر کردن با یک فوت حتما ساقط میشد، در لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پاشیده است ولی هنوز قدرت سرکوبش رو حفظ کرده و هنوز هم داره پیش میبره. اشکال رو شما یه اشارهایی کردید به اینکه اپوزیسیون، حالا شما گفتید خجالتی، ولی قطعا همون بدون برنامه بودن و برنامه که منظورم نه برنامه حزبی، برنامه جایگزین جمهوری اسلامی رو داشتن و برای کسب قدرت سیاسی رفتن اشاره داشتید. چه ویژگی های دیگه ای رو ما گم کردیم؟ چون همه فقط جواب دارن، هیچ که سوال نمیذاره که بگه من چه کار باید میکردم و نکردم. بفرمایید. اجازه بدید که اول یادی بکنم از منصور حکمت، یادش گرامی، بسیار براش ارزش قائل بودم. دفعات زیادی در سوئد و در انگلیس، در لندن با منصور بودم و مسائل بیشمار. هنوز یک نامه دست نوشته چند صفحه‌ایش پیش بده و مسائل مختلفی رو که مطرح کرده. ببینید، اشاره کردید به این که
این جنبش هایی که در ایران به وجود میاد مدت ها بعد در حداقل منطقه شکل پیدا میکنه. این رو از جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطیت بگیریم، همچنان ادامهش وجود داشته. به طور متوسط بین 20 تا 24 5 سال بعدش در منطقه این قضایا شکل گرفته. میخوام برگردم به فرمایشات آقای حسین زاده، منتها یه وقتی 24 ساعته میخوام 24 ساعت بعد بگم تا جواب ایشون رو بدم. ولی متاسفانه نداریم 24 ساعت فرصت. میخوام که به یک نکته اساسی اشاره بکنم. شما هم الان در آخرین لحظه صحبتتون گفتید ما اهل سوال کردن نیستیم، ما نمیخوایم بدونیم مشکلمون چیه. من به دلیل کمونیسم، لیبرالیسم، سلطنت مشروطه، نمیدونم فلان، جمهوری، فدرالی، در مورد اینها در این ترکیب ها صحبت نمی کنم. من در یک مجموعه صحبت می کنم که همه اینا داخلشن و از این نظر خوشحالم که این تعدد افکار وجود داره و در خیلی از کشورهایی که شما نام بردید دیده نمیشه و این تفاوت ماست. ولی اگر که باز برگردم به این که مشکل کجاست، چرا سوال نمی کنیم، چرا سوال نمی کنیم که مردم، هی مرتب میشنویم دیگه، میگن مردم بریزن بیرون این حکومت رو بردارن. چرا سوال نمی کنیم چجوری بریزن بیرون؟ چرا سوال نمی کنیم که اون وقت جاش چی کار بکنن؟ ببینید توی اکثر اپوزیسیون طیف های مختلف دو تا شعار همیشگی وجود داره، جمهوری اسلامی بد است و جنایتکار است و ضد بشر است، دموکراسی خوب است، برابری خوب است. این رو در کل من دارم صحبت میکنم. چه چیزهای دیگه ما به مردم میگیم؟ کجا به مردم میگیم که من اگر آمدم جایگزین حکومت جمهوری اسلامی شدم، برنامه‌ام در رابطه با فقر اقتصادی و فقر اجتماعی تاکید میکنم چیه؟ از کجا پول میارم و میرسم به حد زندگی به حد اقل مردم که الان خبر آخری که الان میخوندم سالی کمتر از 1 کیلوگرم گوشت سرانه مردم شده. من از کجا این پول میارم؟ من میتونم بگم که جمهوری اسلامی نباشه، قارت ها نباشه، آستان قدس رضوی رو که 300 میلیارد دلار ثروتشه از بهرش میتونم در عرض 6 ماه 15% گرسنگی رو کاهش بدم. به عنوان مثال دارم همه را خدمتون عرض میکنم. ببینید آقای حسین زاده، من سوال میکنم، من میگم که با احترام به دیدگاه کمونیسم، چون مثلا بازم گفتم به نظر من مهمترین مسئله اینی که ما این تعدد افکار رو داشته باشیم، چرا 17 میلیون کارگر ایرانی بیرون نمیان؟ آقا سوال بکنیم دیگه. اینی که این طبقه اجتماعی به این موزل و بدبختی دچار شده چیه؟ چرا یک اکثریت قریب به اتفاقی که جمهوری اسلامی همون مقررات دوره شاه رو از بین برده آمده اینا رو گوشت به استخون کرده، میگه که اگر صدا در بیاد 1 ماه بیشتر قرارداد نداریم؟ این قراردادها شده اکثریت کارگرای جوان ایران، اون نمیتونه بیرون بیاد تا اینکه من بتونم، من نوعی رو دارم عرض میکنم، برنامه بهش بدم، بگم که من میتونم این قانون کار رو به این شکل تغییر بدم. ببینید غریبه که با هم دیگه نیستیم که، ما در دوره شاه بودیم، من در دوره شاه زندان رفتم، به همین دلیل بزرگترین آرزوی زندگی می بوده که شاه سقوط بکنه. ولی امروز به دلیل جمهوری اسلامی طرفداران سلطنت بیشتر شدن، یک نوستالژیه.
ولی به حرف رضا پهلوی کسی بیرون نمیاد. ببینید این مسئله خیلی مهمیه. اینا میگن که همه مردم ایران میگن دیگه شاه نمیدونم سلطنت رضا پهلوی پیام بده سه نفر بیرون بیان. اون که همچکاری نمی کنه برای که میدونه نمیاد. برای که اونم هیچی غیر از این نمیگه. اونم گهگاهی که از مخفیگاه بیرون میاد یه شعارهای پوپولیستی مطرح میکنه و تموم میره خونهشون میشینه تا یه بار دیگه به نفع جمهوری اسلامی این حرکت ها شکل بگیره و بیا جلوشو بگیره. جمهوری اسلامی یک هدف داره که اپوزیسیون تشکیل نشه. رضا پهلوی هم یک هدف داره که اگه تشکیل شد به همش بزنه. ببینید بحثو جدی تلقی بکنیم. بریم به دنبال این که نیاییم بگیم که آقای حسینی زاده ببخشید من فقط مثال ها رو دارم مطرح میکنم. بحثم شخص شما نیست. با احترام بسیار بسیار براتون. نگیم که مسئله فقط من کمونیسته. من فدرال طلبه. من نمیدونم جمهوری خواه من مشروطه خواه من. این یک مجموعه است. این مجموعه خوشبختانه ما امروز آلترناتیو فردی نداریم. خوشبختانه نداریم. این بزرگترین شانسیه که تو این 45 ساله به دست آمده. به همین دلیل ما ناگزیریم به طرف آلترناتیو جمعی بریم. آلترناتیو جمعی مجموعه ای از این تفکراته. اونجا اگر محور وجود ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی باشه برخورد این آلترناتیو زمانی تو ایران طرفدار پیدا میکنه که بدون ایدئولوژی باشه، نه اینکه ایدئولوژی من از بین بره، در این محور بتونم که اون سرنگونی رو ایجاد بکنم. در اینجاست من فکر میکنم که باید سوال کرد که چرا نشده. این چرا نشده بزرگترین سوال ممکنه. باز متاسفم نرسید. ما یک همه پرسی بسیار بزرگ کردیم در ماه فوریه گذشته که کتابش شاید در هفته دو هفته آینده در بیاد. 250-300 صفحه است که دلایل این که مردم همه مردم طبقات مختلف از جنبش زن زندگی آزادی استقبال نکردن چیا بود. اینو کاملا بررسی کردیم. یکیش مسئله امنیتیه، یکیش مسئله گرسنگیه، یکیش مسئله بیکاریه، یکیش مسئله نبود آلترناتیوه. اینا همش مجموعه ایه که تا بررسی نشه، تا پاسخی براش داده نشه، ما نمیتونیم منتظر باشیم مردم بیان بیرون. ببخشید طولانی. بله متشکرم از شما. آقای حسین زاده، ما در همین دو سال گذشته وقتی امثال نیکا شاکرمی یا سارینا اسماعیل زاده و یا بقیه این بچه‌هایی که به هر حال دیدیم که به شکل رهبرانی ظاهر شدن و تونستن در واقع تاثیرگذار باشن، یعنی یک حکومتی با 40 خورده با در تا دندون مسلح از یک بچه 16-17 ساله واهمه داشت که اون رو مثلا نیکا رو با اون شکل فجیعش به قتل میرسونه. حالا این نمونه است، ما نمونه های زیادی رو در جمهوری اسلامی داریم، ولی میخوایم حالا بحث ما روی انقلاب ژیناست، روی این بیشتر داریم تمرکز میکنیم. دلیلش این هست ما در همین دوران هم دیدیم که به هر حال اپوزیسیون حداقل از نگاهی به راستش بکنیم بعد بیایم به چپش تلاش داشت که این کار رو انجام بده. من هم با شما لاجوردی کاملا موافقم که رضا پهلوی دقیقا هدفش این هست که هر جایی که قرار یک کاری اتفاق بیفته اون رو به هم بزنه و ما دیدیم جورج تاون شکل گرفت. در همون موقعی که اینها قرار بود طرح بدن، برنامه بدن و خیلی اون رو با آب و تاب بیارن مطرح کنن، 20 تشکل از داخل یک 12 تا مطالبه رو به شکل حداقلی در دستور گذاشت که دو نتیجه داد از دید من تأثیرش. یکی جورج تاون رو در واقع دود کرد، فرستاد هوا خیلی با همون سرعت که اونها شکل گرفتن به همون سرعت پاشیدند، و دوم تونست در خارج از کشور
نیروهای اپوزیسیون رو با طیف‌های مختلف زیر یک چتر بیاره که برای هم شما بودید هم ما بودیم توی اون همایش، که بتونه یک همایشی رو بیاره و در اون قدردانی میکنه. یعنی اینکه میخوام بگم پتانسیل کار کردن گروهی و یکی بودن با اهداف مشخص هستش اگر بخوایم این کار رو بکنیم، ولی نمیبینیم این رو در بحثایی که داره شکل میگیره. گویی زمان برای اپوزیسیون چپ، حالا من دارم صحبت میکنم، ایستاده. خیلی کلیگویی، خیلی در واقع بزرگنمایی و ساده مطرح کردن، یعنی که آره یه انقلابی قرار صورت بگیره، انقلاب سوسیالیستی، کارگران میان قدرت دست میگیرن، یعنی با همین شکل فرمول بندی بدون اینکه اصلا مشخص بشه که تویی که فراخوان میدی مردم بیان بیرون تا چه حد میتونی ببخشی این رو تحمل کنی، هدایت کنی، کنترل کنی، رهبری کنی. رهبری اعتصابات مهمه، فراخوان دادن یک بخششه، رهبری و نچرسون دادن اون به نظر من اصل بعدی اون هستش. با این شرایط شما فکر میکنید چه چیزی مونده؟ یعنی بجز من بالا توضیحم کوتاه بکنم دو تا بگم که کمکی باشه بحث شما. یکی از دوستان عزیز قرار بود تو این بحثم شرکت کنه، هر چی اصرار کردم گفت نمیام به دلیل اینکه بیشتر من سوال دارم تا جواب. یعنی اصلا برام مونده که من چرا نتونستیم ما با این قدرت، با این شدتی که جامعه پیشرفت، نتونستیم ازش بهره بگیریم به عنوان نیروهای چپ. دیروز هم من با یکی از دوستان رفقای خوب از فعالین کارگری صحبت میکردم، گله من بود از این و اون و گفتم به اعتقاد من اشکال اساسی این که چپ نتونسته یک چتری رو باز کنه که این افراد زیر این چتر باشن، حتی افرادی مثل حامد اسماعیلون و غیره بعد بیان زیر چتر چپ کار بکنن و ما متاسفانه این رو نداریم. بفرمایید. ببینید، طبعا هم در صحبت‌های آقای لاجوردی و هم الان شما به قول نکات کلمه، هم سوال هم بحث جواب و نکات مهم و جدی مطرحان، وقت خیلی بیشتری میخواد. طبعا هیچ کدومون الان اون وقت رو ندارم منم سر چند نکته تمرکز کنم. یکی در مورد بحث سوال و جواب، من فکر میکنم راستش بخشی از اون پختگی سیاسی که گفتم در جامعه ایران، حتی در سطح اپوزیسیون راست، اپوزیسیون چپ، و به ویژه اگه فوکوس رو برگردانیم رو داخل، در میان فعالین، پیشروان، چه کارگری، چه نسل جوان، دانشگاه، فرهنگیان، معلمان، بخشی از اون پختگی اینه اتفاقا برای خیلی چیزا جواب هست. به نظرم الان مشکل اپوزیسیون راست شاخه‌های مختلف این نیست که پلتفرم نداره، نمیدونن الان چی بگن. خود مشروط طلب و رضا پهلوی عاقبت مثلا نیست فقط رو کاغذ، دو سه تا خال و شعارهای محورشون معلومه، دور اونم حداقل در خارج کشور نیرو جمع میکنن. خود جمهوری خواهان و بیانیه‌های مختلف که وجود دارن و مطرحش میکنن. نیروهای چپ هر کدوممون نگاه کنیم، به عنوان احزاب، سازمان‌ها، برنامه‌های حزبی، نه تنها برنامه، اون برنامه‌ها رو خرد کردن در پلتفرم‌ها، در بیانیه‌ها، در منشورها، در پلتفرم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. مثلا 6 تا جریان چپ و کمونیسم ما کنفرانس استکهلم 2018 رو برگزار کردیم، عاقبت علی‌رغم اینکه از نهله‌های مختلف میایم تونستیم سر اشتراکات، این که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی یعنی چی؟ از کدوم مسیر میگذره؟ محورهاش چیه؟ بندهاش چیه؟ به توافق برسیم. میخوام بگم این وجود داره، اما این سوال درسته، این سوال واقعی الان در صحبت شما عزیزانم هست که خب این پلتفرم چرا اجرا نمیشه، پراتیک نمیشه، به نیروی واقعی هنوز متکی نمیشه، تبدیل نمیشه، عاقبت در بطن اون خیزش انقلابی بعد از 1401 چرا اون نیروی قدرتمند در داخل و خارج دیگه، من نمیگم در همون دور جمهوری اسلامی رو سرنگونی کرد، عقب پشت جمهوری اسلامی چنان به دیوار میکوبید زمینه رو آماده بکنه برای مقاطع بعدی. اینجوری نشد، طبعا فشار خیلی زیادی رو جمهوری اسلامی ها. اون وقت باید برگردیم نه سر اینکه ندونستن و پلتفرم، یه چیزای دیگه رو شاید خب نمیدونیم، هم به عنوان اپوزیسیون چپ و کمونیسم میدونیم. منم اون سوالایی که دارم اتفاقا و فکر کنم با این تحلیل که فکر میکنم
چشمنداز یه برآمد انقلابی دیگه هست بنا به همه معادلات و محاسبات و حتی بعد از اومدن این پزشکیان و اینا هست. الان شاید به اصل بحثمون وقت نباشه بهش بپردازیم. خب اون وقت معلومه به دستاوردهای خیزش دو سال گذشته متکی میشیم که الان در ابتدای بحثم گفتیم، اما فقط به اون متکی شدن خب یعنی در همون سطح موندن، یعنی پس یعنی در جا زدن، یعنی جلو نرفتن. باید دید اون وقت چه محدودیتایی بوده، بدون اینکه کسی رو ذاخر سرزنش کنی عقبت، چه محدودیتایی بوده، چه مشکل. اون رو باید، یکی اینکه مثلا خیزش انقلابی 1401 به اندازه کافی توده‌ای نشد. همون مثالی که شما در مصر میزنین امیرجان، عقبت در 19 روز اون جنبش میدان آزادی قاهره چنان 1 میلیون نمیدونم 2 میلیون و 3 میلیونی شد، دیگه حسنی مبارک و حتی ارتش حامیش و آمریکایی که حامی اون ارتش هست یارای مقاومت نداشتن. اقبال من فکر میکنم الان صورت مسئله که از جمله برای خود ما به عنوان اپوزیسیون چپ و کمونیستی که میخوایم در قدم بعدی این جنبش گام ها جلو بره و به طرف این بره تعیین تکلیف بکنه با جمهور اسلامی، خب باید راه این بار برآمدی که به وجود میاد، انفجار اجتماعی که به وجود به سرعت باید، به سرعت که به وسعت باید توده‌ای بشه. شهر 12-13 میلیونی تهران نمیتونه این بارم فقط به مبارزات محله، حتی 16، من یک شب یادم 16 محله تهران در اون ماه آبان و اینا بود در اعتراض بودم، خیلی خوب بود برای اون دوره، خیلی خوب بود ولی کافی نبود. اخه این شهر 12-13 میلیونه، چرا 1 میلیونش عاقبت راهه؟ نمیگم چرا، سوال اینه راه و مکانیزم این که عاقبت برآمد بعدی ما بتونیم در شهری مثل تهران، شهرهای بزرگ دیگه بالاتر از 1 میلیون در خیابون در اعتراض باشن عامل فشار، راهشو باید پیدا کنیم. منم الان همه جواباشو ندارم ولی داریم بهش فکر کنیم. این یه مسئله. محدودیتی دیگه ای که در اون دوره وجود داشت، حداقل ما کمونیست ها همیشه گفتیم طبقه کارگر اون ستون محکم مبارزاتی و تحول بخش و کمر، اون وقت کمر رژیم شاه و شکوند واقعا اتصابات نفت و غیره. خوب در خیزش 1401 اتفاقا جنبش کارگری و اتصابات کارگری به اندازه کافی همگامی نداشت با اون خیزش در محله. خب باید را این بار باید مکانیزم و راه همکاری و همگامی جنبش اعتصابی کارگری اونم در مراکز کلیدی مثل همون نفت، مثل ماشین سازی ها، اون جاهایی که کمر اقتصاد جمهوری اسلامی رو میشکونه، در همگام با کل اون اعتراضات خیابانی رو باید پیدا کنیم. این فقط وظیفه اپوزیسیون چپ یا اپوزیسیون به طور کلی از خارجم نیست، راستش اونم مشکلات خود بخشی باید صورت مسئله همون فعالین، همون پیشروان، همون فداکاران مبارزه 2 سال قبلی که واقعا فداکاری هم کردن بنا به ظرفیتشون، مبارزات محلی رو سازمان دادن، مبارزه دانشگاه رو سازمان دادن، زنان و دختران حجاب سوزان این چنین به میدون اومدن. خود اونا هم باید بدونن با اجندای 2 سال قبل، با دستور کار 2 سال قبل عقبیم، نمیتونیم به هر حال جمهوری اسلامی رو دفتن. اینا اون سوالاتیه که باید چرا اینا اتفاق نیفتد. اگه برگردم به 2 سال قبل، هنوز تناسق‌وار اونقدر تغییر ندادیم که دشمنمون جمهوری اسلامی در نتونه اون مقابله‌های جدی رو بکنه. شما فقط با جذب نیروی بیشتر، با توده شدن بیشتر اعتراضات، با وسیع شدن بیشتر اعتراضات کارگری و همگام شدشون، با همبستگی که باید بین بخشای مختلف مبارزه اون جامعه، فرهنگیان، معلمان، پرستاران، جنبش کارگری، نسل جو. من یه مثالشو بزنم، فکر کنم 3-4 هفته قبل بود یا 3 هفته قبل بود، چون این دیگه خیلی علنی منم اینجا میگم. عاقبت اسماعیل بخشی به عنوان یه کارگر خوشنام و فعال پیشرو کارگری در رابطه با مبارزات پرستاران امسال اومد یه اظهار نظری کرد، یه دخالتی که خیلی مهم بود، چون از اون سر بود داشت
تاکید میکرد رو اون رابطه و همبستگی که باید بین جنبش کارگری و پرستاران باشه و پرستاران از تجربه جنبش کارگری چجوری استفاده کنین و به قول اون چجور همبستگی و اتحادشون از بمب هسته‌ای مهمتره. من میگم کاش همون صحبت ها 2 سال قبلتر هم در اوج اون خیزش انقلابی میشد. من الان نقدی به اسماعیل یا کسی دیگه نمیشه. چرا اون وقت نتونسته؟ احتمالا اون وقت حسابات خودش کرده، اون حرفا را که 2 سال قبلتر میزد شاید مشکلات خیلی زیادی براش ایجاد میکردن. شاید هنوز اون همیاری رسوندن به خود اسماعیل، اون حتی رسانه اینچنین در اختیارش نبود که اینا رو بگه. میخوام بگم باید ما به این طرف بریم، با جذب نیرو، با کسب نیرو در سطح جامعه، در جنبش اعتصابی کارگری، در جنبش اعتراضی خیابونی. من فکر کنم از زاویه من کلید مسئله اینه جنبش در مراحل بعدی، جنبش اعتراضی و بخشای مختلفش، زنان و دختران و جنبش ضد آپارتاید جنسی و ضد حجاب، جنبش فرهنگیان و معلمان و پرستاران، جنبش سرنگونی طلبی، جنبشی که آزادی رو میخواد، جنبشی که رفاه رو میخواد، جنبش کارگری با اعتصابات، با اعتراضات، اون همگامی ها بوجود. راهش چی؟ از کجا به وجود میاد؟ قبل از اینکه در دست اپوزیسیون چپ حتی در خارج باشه، اینه: آیا اون شبکه به هم بافته شده رهبران و پیشروان رادیکال بین جنبش کارگری و جنبش های دیگه، جنبش های دیگه با هم دیگه به وجود میاد، یا ما شاهد این باشیم در شرایطی که اجازه نمیدن تشکل توده‌ای خیلی پابرجا داشته باشیم، در شرایطی که اگر به عنوان آحاد و افراد به عنوان رهبران در بیفتیم فوری سربنیستد میکنن یا گوشه زندان میزنن، پس چجوری تو این تناسب‌های نامساعد؟ من فکر میکنم یه شبکه گسترده رهبران پیشرو رادیکال و سوسیالیست که هم جنبش کارگری، جنبش اعتراض خیابونی، جنبش بخشای معترض و حق طلب اون جامعه رو به هم وصل کنه، صدها نفر باشن در سطح کشور، هماهنگ با هم دست در دست هم شعارهای مشخص داشته باشن، کنکرت داشته باشن، تاکتیکای مشخصی و امروز و فردا و پس فرداش برای مبارزشون داشته باشن. این یکی از اون کلیدهاییه که میتونه حرکت بعدی ما رو قوی‌تر کنه و این فوراً تأثیر میذاره رو اپوزیسیون در خارج کشور با راست و چپش و از جمله اپوزیسیون چپ و کمونیست. اگه میخواین اپوزیسیون چپ و کمونیست در خارج کشور بیشتر تکون بخوره، بیشتر حتی همین شیجریان الان با هم دیگه کار میکنیم در هم تنیده باشه، باید از داخل، از درون اون مبارزاتی که خودش رو بج متحد میدونه احساس فشار بیشتری بکنه، بگه باید من مجبورم جواب بدم به اون نیازهایی که در داخل جنبش کارگری و جنبش های رادیکال از من میخوان، از یه چیزای سازمانی خودم کوتاه بیام، هماهنگتر بشم، همگامتر بشم با داخل. من فوکوسم رو این میذارم که شبکه رهبران پیشرو در داخل نقش مهمی خواهند داشت برای آینده تحولاتمون و پاسخ به خیلی از این سوالاتی که الان اینجا مطرح می‌کنم. من با بخشی از این صحبت شما، این بخش آخر صحبت شما تا حدودی موافقم، یعنی اینکه فشار از داخل میتونه به هر حال شما رو هم، یعنی ما رو هم در خارج از کشور وادار به عکس العمل کنه، ولی این رابطه یک طرفه رو من نمیبینم، یعنی یک رابطه ارگانیک، رابطه دو طرف است. از یک طرف هم شما باید بتونی به اونها یک سری چیزا رو منتقل بکنی که ما این رو نداریم. حالا من میخوام اینجا که دیگه جمع بندی کنیم بحث رو بندیم، نکته رو آقای لاجوردی شما اشاره کردید، 2 تا چیز میخوام برگردونم برای اینکه بتونیم بحث رو ببندیم. یکی گفتید قرار یک کتابی بیاد، یک جمع‌بندی، یک بررسی شده، کار ارزشمندیه. ای کاش ما این جمع‌بندی رو از همه جریانات میداشتیم. یعنی ببینید در کانادا 2 تا انتخاب، من اینو قبلا هم اشاره کردم، چند ماه پیش 2 تا انتخابات میان دوره‌ای صورت گرفت که حزب حاکم لیبرال باخت. این دوتا تأثیری هم نمی کرده، ولی حزب لیبرال اومد تشکیل جلسه دادن، بالا پایین کردن که علت چیه، نمیخوان ببازن این قضیه رو. جو بایدن با ترامپ نتونست اون دیبیت یا اون مناظره رو ببره، سریع عوض کردن. چرا؟ چون برای اونا مهمی هست که در قدرت بمونن
ما این رو این در واقع رسم خوب رو در اپوزیسیون نمیبینیم، برای همین دائم فرسوده میشه، دائم جا میمونه. من احساس میکنم به نوعی ما جا میمونیم از تحولات، یعنی تحولات صورت میگیره بعد ما واکنششون میدیم، که این باید برعکس باشه. من نظرم اینطوریه. حالا با شرایطی که الان هست، فشاری که الان روی احزاب کرد اومدن، مثلا چند جریان، سه جریان کمله که جا به جا بشن، رفتن پزشکیان به منطقه، مسئله غزه و حزب الله، مسئله اوکراین، مسئله هسته‌ای، مسئله معیشتی که هر دو شما بهش اشاره کردید، فشارهای سیاسی، جامعه ملتهب، یک باری از 1401 داره با خودش میاد. این یعنی این که بله، بحث گرون کردن بنزین هستش، نون گرون شده. یعنی ما بدون تردید، حالا امروز نه، شاید یک هفته بعد، شاید یک ماه بعد، شاید شش ماه بعد، با یک تحولی شاید حتی وسیع تر از دو سال پیش روبرو بشیم. تا چقدر آماده هستیم؟ چه کار کردیم بعد از این همه مقاطعی که صورت گرفته؟ 1401 رو که داشتیم دیگه، چه کار کردیم که از بعد از اون ما بتونیم صحبت کنیم؟ اشاره داشتید به آشنایی به اینترنت. با نسلی روبرو هستیم در داخل که ریز و بم اینترنت رو میدونن، با نسلی در خارج از کشور روبرو هستیم که هنوز مسئله مجازی رو یک تابو میبینن و حتی ایمیل هم نمیتونن باز کنن. با این تفاوت ها، با این شکل ها، وظایف پیش روی ما به طور خلاصه، آقای لاجوردی و بعد آقای حسین زاده، چه هستش و چقدر آمادگی داریم ما برای حرکت بعدی که بتونیم اون رو به ثمر برسونیم؟ آقای لاجوردی بفهمید. ببینید، در جنبش های اجتماعی که منتهی به انقلاب میشه، مشکلات متعدد و متفاوتی وجود داره. با دیدن اون مشکلات باید فکر مطرح کرد. من یه مثالی رو بزنم. شما در نظر بگیرید که من سرما میخورم، میام تو خونه بخور میدم، نمیدونم قرص میخورم، خوب نمیشم، میرم پیش پزشک، اون یه آنتیبیوتیک میده، خوب نمیشم، میرم باز دوباره میگن که آقا آزمایش بدید، آزمایش میدم، میگن آقا تو فقط سرما نخوردی، تو 12 تا مرض دیگه هم داری، ولی دکتر به هم نمیگه تو مردی، برو. میگرده دنبال راه حل. اگر خودش راه حل پیدا نکنه، یه کمیسیون پزشکی دعوت میکنه که آقا این مجموعه بشینن ببینن که چه راهکاری واسه این قضیه وجود داره. من تو وبسایت من اگر برید، یه جمله هستش که روی این کتاب که منم دیروز چاپ شده به نام زن، زندگی، آزادی، این جمله خیلی مسئله مهمیه. تا فردا هست هیچ وقت دیر نیست. یعنی اگر ما رسیدیم به این جایی که اشتباهاتی داشتیم، کمکاری هایی داشتیم، توهماتی داشتیم، میتونیم برطرفش بکنیم. ببینید، من نه به دلیل تفکرات شخصی خودم، من معتقد به این هستم که امروز تو جامعه ما بحث سلطنت طلبی به عنوان اپوزیسیون راست معنی نداره اصلا. این مجموعه اپوزیسیون نیست، به دنبال بازگشت قدیم وراثت خواهی خودشه. اون اپوزیسیون اصلا نیست، اپوزیسیون معنی داره. ما روزی باید اپوزیسیون بشیم. اگر اپوزیسیون نشیم، جمهوری اسلامی میتونه ادامه پیدا بکنه، میتونه با همین مسائلی که اشاره کردید، مسئله غزه، مسئله اوکراین، مسئله دیروزی که باز حوثی ها نمیدونم یه نفتکش زدن، اسرائیلی که نمیدونم اون ماجراها رو در غزه و حماس و غیره و غیره، همه اینها میتونه یه روزی به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بیانجامه که قطعا به اینجا خواهد رسید. ولی مسئله ما چی میشه؟ ببینید، این کاری که ما کردیم فکر میکنم کسی دیگه ای نکرده. ما در انجمن پژوهشگران ایران این کار رو انجام دادیم. کتابی که میاد بیرون 250 تا 300 صفحه است. تمام اینها گرافیک و آماره که دیدگاه های طبقات مختلف اجتماعی سیاسی توش مطرحه و چرایی این که چرا کاری به اسماعیل بخشی اشاره کردید. بازم خوبه که کرد حالا.
ولی چرا تو این دو ساله نکردن؟ مگه تو این دو ساله بازنشسته های ما آدم نبودن؟ کشاورزای ما آدم نبودن؟ معلمای ما آدم نبودن؟ نمیدونم راننده های ما آدم نبودن؟ اینا همه بودن. اینا همه یه مجموعه هستن که ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم اعضای این جامعه هم. اینجا ما باید راه حل رو بتونیم مطرح بکنیم، وقتی که بزرگترین دلیل عدم حمایت طبقه کارگر از جنبش مهسا عدم امنیت بوده. عدم امنیت دو واژه مشخص رو مطرح کرده، یکی امنیت گرسنگی که میترسیده که بیشتر از این گرسنه بمونه، یکی امنیت سیاسی که سپاه و نمیدونم نیروهای امنیتی و غیره به وجود آوردن. ما باید بتونیم راه حل پیدا بکنیم. راه حل ما چی است؟ راه حل ما اینه که ما از همدیگه وحشت نداشته باشیم. من اپوزیسیون ایران رو به مشابه خوابیدن گرگ ها تو بیابون مطرح میکنم. 5 تا گرگ تو خیابون تو بیابون وقتی میخوان بخوابن سراشون رو میچسبونن به همدیگه که نفس هر کی تندتر شد نکنه اون یکی رو پاره پاره بکنه، بپرن همشون. ما از همدیگه وحشت داریم. ما وحشت داریم که چرا در اون جلسه 6 نفره 6 تا حزبی در اون یکی نمیدونم سلطنت طلبی دعوت نمی کنن. چرا دعوت؟ از چی میترسیم؟ بیاین جلو مردم بشینیم، مردم مستقیما به من بگن حسین لاجوردی تو تو این 40 و چند ساله گذشته چی کار کردی؟ از کجا آوردی خوردی؟ چه برنامه قبلی داشتی؟ چه برنامه برای فردا داری؟ مردم به من رو امتحانم بکنن. ببینید اینجا مسئله است. آیا قادر هستیم این مسئله رو به وجود بیاریم؟ با این تلویزیون هایی که خود من حالا دیگه تحریم هستم و هیچ کدوم به دلایل مختلف دعوت نمی کنن همین حرفا می زنن. زدم با مدیرانشون، با بی بی سی، با ایران اینترنشنال، با صدای امریکا. آقا 10 تا از رهبران متفاوت اپوزیسیون رو دعوت بکنید بیان جلو مردم بشینن، رسانه ها رو باز بکنید، تلفن ها رو باز بکنید، مردم از من سوال بکنن. اگرم من حسین لاجوردی به عنوان مثال نیامدم بگید آقا ما دعوت کردیم حضور پیدا نکردن. ببینید اون وقت چه تحولی تو جامعه ایران به وجود میاد، برای که مردم شناخت و آشنایی پیدا میکنن. اینجاست که مسئله راه حل رو میتونیم دنبال بکنیم. من یه منشور دارم برای خودم با تفکر سلطنت طلبی خودم، لیبرالی خودم، کمونیستی خودم، هر چی اصلا تفاوت نمیکنه. من وقتی با مردم مطرحش میکنم مردم اظهار نظر خودشون میکنن. از مردم ایراد نگیریم. توده در هر جامعه ای، در هر جامعه ای با راهکار جلو میاد، با یک آلترناتیو جلو میاد، با این که برنامه‌ای که آیندهشو مطرح میکنه جلو میاد. وگرنه هیچ توده ای در هیچ کجای دنیا نشده خود به خود یه دفعه فردا صبح سر شد از زیر لاف در بیاره بیاد اعتصاب بکنه. همچیزی وجود نداره، مگر راهبرد وجود داشته باشه. اون راهبردها در هر زمینه اگر که اثرگذار باشه اون توده رو به وجود میاره. بسیار ممنونم از این وقتی که برای من گذاشتید، لطف کردید و امیدوارم که در فرصتهای بعدی باز بیشتر بپردازید. متشکرم شما آقای حسین زاده. بشنیم صحبت آخر از شما. بله، بخش پایانی برنامه است و طبعا منم همین اول بگم با تشکر از این برنامه خوبی که داشتیم. ببینید یکی دو نکته که در صحبت‌های آقای لاجوردی بود میخوام تاکید کنم. یکی اولا واقعا خوشحالم این حرف رو میشنوم که آقای لاجوردی هم معتقده کلن سلطنت طلبی دیگه به گذشته مربوطه و حتی اون در سطح اپوزیسیون هم جایگاهی براشون قائل نیست، که البته من فکر کنم اپوزیسیون هستن، اما کاملا با این نکته موافقم. دیگه تحولات جامعه ایران بعد از این چندین دهه، بازگشت به عقب و احیای سلطنت طلبی و استبدادی فردی و اینا جایگاه نداره. این یه نکته مهمه. یه نکته دیگه که اونم دبیت باز، خب همین رسانه های فارسی زبان الان آقای لاجوردی گله داره که خود اونو هم به اون معنا بایکوت کردن. متاسفانه نیروهای چپ و کمونیست تماما بایکوتن، یا 95% بایکوتن. الان اگه 4-5% هم گاهن
این یا اون فعال چپ و کمونیست رو دعوت میکنن، برحال خیلی تو حاشیه میاندازن. ما هم ما جریانی بودیم به عنوان کمونیست از دیالوگ باز، از این نشستن ها، از این پنل ها گذاشتن، اینا خیلی یعنی در راستای شفافیت سیاسی اینا مهم. اما نکته دیگه، من به طور کلی برای کل اپوزیسیون خب نمیتونم صحبتی داشته باشم، فکر کنم اپوزیسیون متفاوت داریم. تا اونجایی که به اپوزیسیون چپ کمونیستی که من بهش متعلقم، من فکر کنم از سطح اپوزیسیون باید فراتر رفت و تبدیل شد به آلترناتیو. الان اپوزیسیون 20 سال قبل هم اپوزیسیون بودیم، سال 59 هم اپوزیسیون بودیم، تازه اون وقت سال 59 من خودم جزء نیروی نظامی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و کومله و منطقه آزاد و حتی شهر، سال 59 من در شهر بوکان جزء مسئولیم، یعنی یه اپوزیسیون خیلی قدرتمند نظامی هم بودیم. از سطح اپوزیسیون باید فراتر رفت به نظرم. نیروهای چپ و کمونیستی که میگم، فقط سازمانهای چپ و کمونیست در خارج نمیگم، ببینید در داخل، و این صحبت ما رو امیدوارم خیلی ها در داخل بشنون، خطابم اتفاقا فعالین و پیشروان کارگریه، فعالین و پیشروان زنان و دختران موتور محرکه اون مبارزات، پرستاران، فرهنگیان، معلمان، تجربه همه این دوره ها باید نشون داده باشه. دیگه فقط در قالب بخشی خودمون موندن و فقط اعتراض کردن جواب این تحول مهمی که الان در جامعه میگذره، و به ویژه اگر بخوایم یک بار به اون مسیر بریم و آخر نجات پیدا کنیم از این فقری که تحمیل کردن، از این معیشت عدم معیشت سختی که تحمیل کردن، نبودن آزادی سیاسی که تحمیل کردن، راهش اینه اتفاقا فعالین و پیشروان کارگری، فعالین و پیشروان مبارزات توده‌ای. به هر حال از همین الان اگر این با این تحلیلم توافق وجود داشته باشه که ما به طرف یه انفجار اجتماعی دیگه میریم، به طرف یه برآمد توده‌ای دیگه میریم، و به نظر میریم این غیر واقعی نیست. پزشکیان بی پاسخی اومدن آوردن پزشکان بی پاسخی جمهوری اسلامی به معضلاتش، نماد بنبست کامل جمهوری اسلامی پزشکان برخلاف ادعاهایی که می کنند. در نتیجه در این حال تعرض معاشیتی رو ادامه میدن، تعرض سیاسی رو هم ادامه میدن. ما چیکار میکنیم؟ طبقه کارگری ایران، پرستاران، آزادی خوان، همه هر کدوم در جای خودمون فقط فرض کنیم حقوق و مطالبه بخشی خودمون رو میخوایم، جواب نمیده. اولین قدم اینه عاقبت رهبران و پیشروان این جویبارهای متنوع و قدرتمند مبارزاتی از همین الان همفکریامون رو داشته باشیم. اگه ما به طرف یه اوضاع متحول میریم، خوب رابطمون رو با هم محکم کنیم، خواستامون رو با هم مشترک کنیم، مطالبات واحد رو به میدون بیاریم که همه بخشای معترض و حق طلب اون جامعه رو بپوشونه، برای سازماندهیش سازمان کارمونو سر و سامون بدیم. به هر حال نیرو جذب کنیم. این بار که به میدون میایم قدرتمندتر از گذشته به میدون بیایم. این بار که به میدون اعتصاب میکنیم یا اعتراض میکنیم در محله یا در شهر یا در دانشگاه، قالب سازمانیش حتی برای یه ما چه شکلیه؟ مجامع عمومی، شورا، سندیکاست، کانون مبارزاتی، شبکه است، هر چی هست. من الان تأثیری رو شکل خاصش ندارم. بعد سازماندهی رو پر بکنیم. به ادامه کاری این مبارزه فکر کنیم. حتی به تاکتیکایی که اگر لازم شد جای عقب نشینی کنیم، یه جای دیگه جلو بریم فکر کنیم. اینا اون سوالاتی که الان باید قبل از همه رهبران و پیشروان دور آینده مبارزه اجتماعی در جامعه ایران در بخش‌های مختلف بهش فکر کنن، روش هم فکری داشته باشن. میگم محورش اون شبکه مبارزاتی فعالین و پیشروانه. بذار اگر اینجوری بگم، من آرزوم اینه که مثلا 50 تا از فعالین کارگری برجسته جنبش کارگری از بخش‌های مختلف با فعالین فرهنگیان، معلمان، پرستاران، خود زنان و دختران جوان موتور محرکه مبارزه علیه حجاب، اینا عاقبت دستشون رو تو دست هم بذارن، هم فکریاشون رو داشته باشن، پوشش امنیتی برای هم دیگه و برای کلشون درست کنن، و رو شعار، تاکتیک، سیاست، سازمان، سازماندهی،
برحال به راهنمای مشترک برسن با این جور آماده این بار به جنگ جمهوری اسلامی بریم، حتی برای شکاف انداختن در میان نیروی سرکوبگر و انتظامی این جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یکی از فاکتورهایی که تا به حال کمک کرده بمونه، از جمله در مقایسه با همون تونسی که رفیق امیر شما اشاره کردید، عاقبت اون نیروی سرکوبگرش تا این الان هم هنوز اون شکاف جدی در درونش به وجود نیومده که ریزش کنه. میدونم ریزش هایی وجود داشته، ما همه یادمونه، من از همه هر دوتون احتمالا جوانتر، سال 57-18 سالم بود، اما به طور واقعی بعد 6-7 ماه اعتراضات خیابانی در دوره شاه هما فرا به مردم، به طرف مردم چرخیدن، نمیدونم من خودم در منطقه خودمون کرور کرور میدودم سربازا از پادگانا فرار میکنن برمیگردن دیگه ارتش نه، یعنی شکاف افتاد، ریزش افتاد در اون نیروی سرکوبگر و استبدادی. تا به حال در سالهای مختلف این مبارزه، دی ماه 96، آبان ماه 98، خیزش 1401، هنوز اون سیزش و شکاف ریزش و شکاف جدی رو در نیروی سرکوبگرش نمیدونیم حتی یه جایی برگرده. راهش رو باید پیدا کنیم، اونم باید روش کار کرد. اینا اون مسائلیه. از این سر فکر کنم این دوره فعالین و پیشروان آگاه وظایف مهمی داریم، در یک کلام به طرف توده‌ای کردن هرچه وسیع‌تر جنبش اعتراضی، همگام کردن هرچه بیشتر اعتصابات کارگری و جنبش توده‌ای در شهرها. و اینجا این نکته رفیق امیر رو هم جواب بدم، منم فکر کنم رابطه اپوزیسیون در خارج به طور کلی و اپوزیسیون به ویژه چپ و کمونیسم نباید یک طرفه باشه. دقیقاً نیروهای چپ و کمونیسم با همین دیدگاه باید به مسائل نگاه کنیم، هم فکریامونو داشته باشیم، همین دیدگاه ها رو منتقل کنیم به میان فعالین و پیشروان کارگری و جنبش های اعتراضی در داخل. واقعیتش این سازمان ها کوچک باشیم بزرگ باشیم، هر کدوم عقبت یه گوشه یه جایی به یه بخشی وصل هستیم. مجموعه این همفکری ها و همگامی ها و تبادل نظر ها و نقش ریختن ها، فقط تبادل نظر بشه، من فکر کنم میتونه آینده مبارزه ما رو متحول کنه و جمهوری اسلامی رو در تنگنای جدی قرار بدیم و به طرف تعیین تکلیف قطعی و سنگونی جمهوری اسلامی گام برداریم. منم با تشکر فراوان از برنامه خوبی که داشتیم دوستان. حالا جدید دستون به معنی که سوال موردی دارین. خیلی کوتاه. چند سال پیش حزب کمونیست کارگری در فرانکفورت جلسه ای رو تشکیل دادن که قرار بود ادامه پیدا بکنه. 6 تا سازمان چپ بودن، من رو هم به عنوان یه سازمان حساب کرده بودن و اونجا حضور داشتیم. 3.5 ساعت روی یوتیوب الان هستش. قول دادن که این بحث رو ادامه بدن و بتونیم که یک هدفهایی رو دنبال بکنیم. اینجا منظورم حزب کمونیست کارگری با تمام امکاناتش بیشتر میتونه فعالیت بکنه، ولی اون فرانکفورت ادامه پیدا نکرد. بسیار سپاسگزارم. کاملا آقای لاجوردی درست میگن، اون وقت 8 جریان چپ و کمونیست آقای لاجوردی بودن، 7 تا جریان و آقای لاجوردی. حزب کمونیست کارگری ایران بود، هم ما حزب کمونیست کارگری حکمتیز بود که از جانب ما رفیقمون فاتح شیخ شرکت کرده بود. کار خیلی جایی بود. موارد بعدی هم ادامه پیدا کرد، اما درست میگی. الان مثلا در 2 سال اخیر اینو دبیت ها و اینو میزگرد ها و سمینار ها منم فکر میکنم ادامه پیدا نکرده و یه خلایی باید پر کرد. ما به عنوان حزب کمونیست کارگری حکمتیست، من به سهم خودم حداقل با رفقا و دوستان و رهبری حزبمون بیشتر در میان میذارم که باید این روشکار رو ادامه بدیم. حالا که نوبت شما شد منم بگم دیگه، چرا من نگم؟ خب ببین، مسئله در واقع ما کاری که کردیم بر اون هسته تدارک همایش کل که در حمایت از اون منشور حداقلی بود، به نظر من زمینه خوبی بود که میتونست ادامه پیدا بکنه در اون شکل و ما میتونستیم اون بندها و اون در واقع شکل حداقلی منشور رو بستش بدیم، هر بند رو بیاریم. آقای حسین زاده اشاره کرد که بعضی از بندها حتی در سوئد هم نیست. ما میتونستیم
با همون گروهی که تشکیل شده بود، با همون فضایی که تشکیل شده بود، بند بند اون رو مطالبات رو باز کنیم، روش کار بکنیم، پلتفرم بگذاریم، منتقلش کنیم به داخل و بتونیم این رابطه رو ایجاد بکنیم. متاسفانه انگار یک مهمونی بود، بعد از اینکه تموم شد هر که به دنبال کار خودش رفت. امیدوارم این بحثا بتونه کمکی باشه که ما در آینده از موقعیت ها به استفاده بهینه ببریم. سالگرد انقلاب ژینا و وظایف پیش روی، گفتگوی ما با آقایان حسین لاجوردی و رحمان حسینزاده را شنیدید. از شما که در این برنامه شرکت کردید و شمایی که این برنامه رو دنبال کردید بسیار سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.